خوب برد تراکتور، خدا رو شکر. بله مزه دادم چین، درسته ده نفره شدن ولی گفتم آقای کریمی، علی کریمی اخراج شد با کارت زرد دو، ولی بازم میگم شاید درست بود شاید تصمیم داور غلط بود، من به اون زیاد کاری ندارم، ولی به هر حال اینقدر پذیرش تصمیم داور براش مهم بود، خیلی قشنگ رفت از زمین کنار، مردم هم تشویقش کردن، تماشاگرها حالا تشویق تماشاگرها برای فردی که اخراج شده حالا نمیدونم درست یا نادرست، ولی به هر حال به احترام این رفتار قشنگ علی کریمی براش دست دادن و چقدر راحت، خیلی خوش آمد برای اولین بار. دیدید الان تو فوتبال ما اینقدر با داور کلنجار میرن، بله. چونه میزنه، وقتی کارت قرمز دیگه داور چیکار کنه، بذار جیبش دوره از اول، نمیشه. اینا رو باید یاد بگیریم یه خورده خدایا، هم که شما اشاره کردید حالا میریم به بحث تماشاگر و بازیکن‌ها که بازی تراکتور اهل اتحاد ببینیم یه تیکه. یه موقعیت برای اهل اتحاد، موقعیت برای رودریگو است که حامد لک از دروازه بیرون میاد و به راحتی توپ رو در اختیار میگیره. داخل محوطه جریمه اهل اتحاد، ارسال توپ، نصرتی، ضربه سر از دقیقی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره، در حالی که به نظر رسید داور قبل اینکه ضربه زده بشه خطا رو اعلام کرده باشه. این توپ قرار گرفته، کلمی حرکت میکنه، ارسال توپ و اولین ضربه سر از مدافعان زل در محوطه جریمه و بومفیل نو بومفیل جلوتر بیان، ارسال رو انجام میده، حالا موقعیت برای شوت ثانیه، کیانی زوبر میزنه و تو پس کنار دروازه رو بیرون میده. کورنر از سمت چپ، علی کریمی باز هم پشت توپ، زبی کورنر رو میزنه، موقعیت برای تراکتور، تو باز عبری سر حمد المنتشری دور شد، به خوبی دروازه رو هدف قرار داد، کورنر رو میفرستن روی دروازه. یه بار دیگه موقعیت برای زدن ضربه سر، حالا کیانی که این ضربهش به خوبی ضربه‌ای که قبلا زد نبود. انجام ولیعهد عربستان به لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. حرکت عالی کریمی، این پاس عالی افتاد، محمد قاسم به توپ رسیده، محمد قاسم حرکت میکنه، همچنان صاحب توپ، حرکت تونیش رو تبدیل به عرض میبرد در حالی که اتفاقی رخ نداد. علی کریمی توپو تا اون منطقه جلوتر میاره، کسی مزاحمش نشد، دقیقی آفساید نیست، دقیقی ضربه میزنه که زیاد ضربه جالبی نیست. ابراهیمی پشت توپ قرار داره، به شکل کوتاه به پشت محوطه میبره، مسعود ابراهیم زاده، این ارسال، فرشاد احمد زاده ضربه سر رو میزنه و در نهایت عبدالعزیز که جالبه کورنر میده به کشتازی. واقعا شکل و شمایل تیمی که قهرمان آسیا شده رو نداره الاتحاد، سر و صدای هرداران حاضر در ورزشگاه، رودریگوز پاشنتو قرار داره، بازیکن آرژانتینی این تیم، چند بازیکن پشت محوطه جریمه تروکوسازی هستند. رودریگوز حرکت میکنه، ارسال توپ، موقعیت برای الاتحاد و توپی که به نظر رسید به زیر دروازه برخورد کرد، فشار حفظ میشه، اجازه نمیدن که توپ به جمال برسه، پشت محوطه جریمه، همچنان موقعیت برای الاتحاد، این ارسال، ضربه سر احمدزاده، دور جمال، محمد قاسم، ارسال با پای چپ و محمد نصرتی. فشار الاتحاد در این لحظات بیشتر شده. رودریگوز با آگاهی بلند به سمت دروازه نزدیک میشه، رودریگوز زبر خودش میزنه، نصرتی ایستادگی کرد، خود نصرتی انتقال به زیر سمت راست، کریم انصاری فرد، زدنه سریع برای تراکتور سازی انصاری فرد، نصرتی هم اونجا حضور داره، انصاری فرد، انصاری فرد، گل، گل برای تراکتور سازی، کریم انصاری فرد دروازه رو باز میکنه،
کریم انصاری فرد ترکو سازی رو پیش میندازه. ترکو سازی 10 نفره در برابر اتحاد عربستان به گل میرسه. با هم ببینیم حرکت فوق‌العاده کریم انصاری فرد، توپ دور از دستان عبدالعزیز التکرونی وارد دروازه الاتحاد کرد، در حالی که 4 بازیکن از الاتحاد حضور داشتند و فقط 2 بازیکن از ترکو سازی که یکیشون مدافعی به نام محمد نصرتی بود.